عشق مرزان او نمرده تنها خفته است دخترم برخیز چیزی خوردنی بدهید لیکن با کسی این واقعه را نگویید اندکی پس از این واقعه با عیسی ماتوی لیوی دوچار آمد که نزد دروازه شهر خراج می گرفت با من بیا عیسی بهر عبادت به کوه برآمد و شب تا صبح عبادت کرد. چون روز شد او 12 شاگردی برگزیده خویش را که حواریانشان خوانده بود درود گفت. یعنی شام اون که بود تو روزش نیز خوانده بود و برادری شام اون اندوس یعقوب یوحنا فیلیپوس بارتولوموس متا و توما یعقوب پوری خلارا و شامونی معروف بغیور یهودای برادری یعقوب و یهودای اسخریوتی که به مسیحا خیانت بکند خوشای دل شکستگان درگاه خدا مسکن شماست خوشای گرسنگان زیرا سیر خواهد گشت خوشای گریندگان که خندان خواهد شد فرحمند باشد اگر نفرین خوانند و خاطر ذات آدمی و اگر این شود شادی کنید که بزرگ است در فلکیات مکافات شما زیرا انبیا هم پدرشان چنین رفتار کردند هشتا نوزده همه دارایم همین یعنی چی؟ این از سرواتی ما وای بر شما دارایان امروزه که تسلای خود را یافته
دارو بودن نمیخواد دیوانه از بگم وای بر شما مردمی خندان که فردا میگیری وای بر شما گر ستایشتان میکنند زرابان بیای دروغین پدرانشان همچنین کردن ولی بس همیان بگویم دشمنت را دوست دار ببخشان را که به تو خصومت دارد مهربان باش با کینگیر در حق دل آزار دعای خیر کن اگر پا یک پهلوی روی تو زنند پهلوی دیگرش رو بیدار اگر جامعه تو را ستانند پیراهنت را نیز بده و محتاجان صدقات بده اگر مال تو را بستانند هرگز گشته مگیر و دیگران آن بکن که میخواستی دیگران با تو کنند ای که فقط دوستداران خود را دوست داری چه امیدی فرحمندی داری گناهگاران از دوستداران خود را دوست دارند اگر تنها بنکوکاران نیکی کنی چرا امیدواری نیایش هستی حتی گناهگاران چنین کنند چه خیل با او صحبت میکند چون با او میرسد چیزیشتی نه دشمنان را دوست دارید و نیکی کنیدشون همیشه دست کشاد باشید مکافات بزرگ نصیبتان شود پسران حضرت اعلی باشید که او به ناسپاسان و خشمگینان هم مهربان است مشفق باشید چنان که پدر شما مشفق است مرو نجات ده ای عیسی تنه مزنید تا تنه سار نشوید نفرین نکنید تا خود منفور نشوید بیامرزید تا شما را ببخشاید مرو رهنما باش عیسی سخی باش که رزق تو افزاید زیرا رزق تو را به میزان تو بسنجند آیا کور از آکش کور شده میتواند مگر هر دو بچه ها نمیافتند و شرا تو خسی را در چشم برادری خود میبینی ولی چوب را در چشم خود نه ما باشی با ما بی باش خدایا فرخونده از زنه که تو را زاده یا مزگار ما بلکه فرخونده کسی است که سخن خداوند بشنود و بجا آرد کاشون این آدم ها میسیار باشم با گمانی تو او مسیح است همان روحانی عیسی را به بزم دعوت کرد و عیسی به خانه او رفته پهلوی میزبان نشست. بابا شو بیروید. بیروید. بس است. بیروید. کجای باشد شوخی میکنم. چی میکرده باشد اینجا؟ نمیدانم. اگر او در حقیقت پیغمبر می بود می دانست که این چیزنی او را لمس کند می دانست که به چی گناه آلوده است او من می دانم کیست و ایشم اون حالا مرا بشنو دو کس از سودخوری قرض گرفتند
یکی 500 دینار دیگری 50 دینار اما پرداخت نتوانستند و قرضده هر دو را بخشید کی بیشتر به قرضده مهر بسته است؟ گمان میکنم آن که از قرض بیشتر رها شد راست گفتی با او بینگر به خانه تو آمدم و بحر پاشستنم آب ندادی اما این زن پای مرا به آب دیدگانش بشست و به موی سرش خوش کن تو مرا حتی نبوسیدی این زن از بوسیدن پای من فارغ نمی شود تو به موی سر من روغن نمالیدی او به چربی روی خود پای مرا می مالد اینک بگویمت مهر بزرگ او کفارت همه گناهان اوست کسی آمرزش کم دیده است او مهر نیز کم دارد گناهانت آمرزیده شد اعتقاد تو را نجات داد برو من و عیسی در اقصای عالم میگشت و مژده درگاه خدا را معویزه میکرد. همراه او آن 12 حواریانش بودند و زنانی که سریششان از روحی رجیم پاک گشته. یعنی مریمی معروف به مجدلیه، یوحنا که شوهرش کوزا خدمتی شاهیراد را به عهده داشت و سوسن. شاهیراد یوحنای تعمیدگر را به زندان انداخت زیرا او شاه را برای بزن برادری خود ازدواج کردن ملامت نموده بود یکی از شاگردان یوحنا به زندان آمد و قصه عیسی را بگفت خب چون به دروازه شهر ناین رسیدیم جنازه را دیدیم پسر یگانه بیوزن مرده بود عیسی این را بدید و دلیری شد نزدیک تابوت آمد و لمس کرد و گفت برخیز ای جوان جوانی احیا شد و عیسی او را به مادرش بیداد باز پرس از او تو مگر آن نیستی که همه نگرانش هستیم و یا دیگری منظور ما می شود استاد ما فرستادگان یوحناییم تو مگر آن نیستی که نگرانش هستیم یا دیگری منظور ما می شود هرچی دیدی و شنیدی برو بگویش کوران بینا شدند مسلوکان شفا یافتند فرهمندند آنان که به من شک نارند مرا بردار سری کتفه چی